سلام و وقتتون بخیر بینندگان گرامی و خوش آمدید به بحث روز. بحث امروز ما در مورد وضعیت حقوق بشر در کردستان و ایران. خب ما قبل از به اصطلاح سیرک انتخابات جمهوری اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری دیدیم که شمار اعدام‌ها یا بازداشت‌ها رو به کاهش رفت. اما پس از برگزاری سیرک انتخابات و معرفی رئیس جمهور منتصب رژیم دیدیم که بازم اعدام‌ها، حمله به کولبرا، سوختبرا و موارد نقض حقوق بشر در ایران بازم مسیر خودش رو داره طی می‌کنه. برای بحث در این باره و کسب اطلاعات بیشتر در خدمت سرکار خانم اوین مصطفی‌زاده، سخنگوی سازمان حقوق بشری کوردپا هستیم. خانم مصطفی‌زاده خیلی خوش آمدید. سلام و درود خدمت شما و بینندگان عزیز. خیلی ممنون از اینکه با ما هستی. خانم مصطفی‌زاده، وضعیت حقوق بشری در ایران رو چطور می‌بینید؟ به ویژه طی 40 روز گذشته، خب بحث انتخابات که شروع میشه، ظاهراً فروکش داشته، اعدام‌ها، بازداشت‌ها، حمله به کولبرها یا سوختبرا هم کاهش داشته. آمارهای شما چی رو داره که به ما بگه؟ بله، در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در کردستان اگه اشاره‌ای داشته باشیم، ما از ابتدای سال 1403 با شمار بالای بازداشتی ها، صدور احکام و کشتار کولبران روبرو بودیم، خصوصا در مواقع یعنی مقطع های مختلف، از جمله برگزاری در ارتباط با برگزاری مراسمات نوروزی و یا حتی وقتی یعنی بالگرد رئیسی سقوط کرد و کشته شد و واکنش هایی در فضای مجازی به اون صورت گرفت توسط افرادی، اونا هم بازداشت شدن، یعنی شمار اونا هم زیاد بود، یا در ارتباط با شرایط دیگه که در کردستان ماهی ما مثلا ماهای فروردین و اردیبهشت شاهد بازداشت 60-70 مورد در کردستان بودیم. اما در ماه خرداد که سیرک انتخاباتی و تبلیغات انتخاباتی رو مشاهده می کردیم، این آمار کاهش پیدا کرد به 24 مورد یا 25 مورد در کردستان. و در ارتباط با کشتار کولبران هم همینطور که ما از ابتدای نوروز شاهد بیشترین شمار کشتار و زخمی کردن کولبران توسط نیروهای نظامی در مقایسه با سالهای گذشته در همین بازه زمانی بودیم، اما مجدداً در یعنی اون بازه زمانی تبلیغات انتخاباتی شاهد کاهش همین موارد بودیم. و این چیزی هستش که جمهوری اسلامی در مواقع تبلیغات یعنی سیرک انتخاباتیش اینها رو یعنی انجام میده که یکم دست نگه میداره، میتونیم بگیم که اون سیرک یا اون شش رو جلو ببره. و بعد در ادامه میبینیم بلا فاصله یعنی این آمارها بیشتر میشن، همونطور که هم در مورد اعدام ها دیدیم. فردای همون روزی که پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری اسلامی یعنی منتصب شد، ما دیدیم که دوباره اعدام ها از سر گرفته شد که توی یه دوره‌ای کمتر شده بود، یعنی تقریبا شمارش نزدیک به 10 نفر بود در کل ایران، ولی در فردای همان روز به 4 نفر افزایش پیدا کرد. یا کشتار کولبران رو شاهد بودیم که طی همین 2 روز گذشته در کردستان یعنی 8 کولبر، 7 کولبر کشته و زخمی شدن، یکی جونشون رو از دست داده، شلیک به کاسبکاران افزایش پیدا کرده. و حتی ما میدونیم که در این دوره دوباره دادگاه های انقلاب و نهادهای قضایی یعنی از سرگیری صدور احکام یا اجرایشون رو دوباره از سر میگیرن. و این دوره فقط چیزی هستش که جمهوری اسلامی متوقفش کرده در ارتباط با اون شوی انتخاباتی، ولی هیچ چیزی به این معنی نیست که کاهش پیدا کرده. فقط یعنی مسئله حقوق بشر، نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران یه مسئله جدیه که تداوم داشته و داره، اما در یه مقطع زمانی اون رو، حالا چه به خاطر انتخابات باشه یا به موارد دیگه همچون محرم، اونا رو به حالت تعویق قرار میده. دقیقا همینطوره. جمهوری اسلامی حکومت استبدادی و دیکتاتوری هستش. برای اینکه بمونه یعنی ماندگار باشه، برای حفظ این نظام نیاز به دستگاه سرکوب داره، یعنی دستگاه سرکوبش قوی ترین ابزاریه برای اینکه این حکومت بمونه، که آزادی بیان رو سرکوب کنه، مخالفان رو سرکوب کنه، اونا رو در زندان و در بازداشت و در یعنی با احکام اعدام. و حتی میدونیم کل اعدام ها برای جمهوری اسلامی کارکرد سیاسی از نظر اون طرز و ارعابی که به جامعه وارد میکنه داره. به همین دلیل جمهوری اسلامی
اسلامی سیستمش کاملا وابسته به سرکوبه و اون سرکوبته تمام این سالها تجربه کسب کرده به روش‌های مختلف که بتونه چجوری کنترل کنه سرکوب. یعنی جمهوری اسلامی من فکر می‌کنم حکومتیه که هم به سرکوب افسار گسیخته پناه می‌بره. ما در زمان احترازات شاهد اون هستیم، در زمان احترازات زن زندگی آزادی اونو کاملا مشاهده کردیم که سرکوب افسار گسیخته با شلیک مستقیم در کف خیابان به کودکان، شلیک‌های کورکورانه که حتی رهگذران را هدف قرار داده بود و می‌کشت، و همچنین سرکوب، یعنی سرکوب کنترل شده، این نظام ایجاب میکنه که به سرکوب متوسل باشه و اون سرکوب از هر دوش استفاده میکنه، اما بر طبق یعنی شرایطش، بر طبق زمانهای مختلف و اون تجربیاتی که یعنی به دست آورده در طول زمان از سرکوب. چون ما میدونیم که جمهوری اسلامی مثل دهه 60 به این اعدامهای یک دقیقه پناه نمیبره، به یک دادرسی پناه برده، اما دادرسیش ناعادلانه هستش. اما میدونیم که در دادرسیش طرف به وکیل دسترسی پیدا نمی‌کنه، بازجویی ها و اعترافات تحت شکنجه و اجباره و تمام این دادرسی ها ناعادلانه است. به همین طریق کنترل شده اونو پیش میبره. ولی چیزی که وجود داره این سیستم یعنی موندگاریش و مدیون سرکوبه. به همین دلیل هیچگاه سرکوب کاهش پیدا نمی‌کنه، بلکه توی دوره‌ای متوقف میشه تا اون برنامه ریزی برای سرکوب بتونن اونو جلو ببرن. چون تمام چیزی که جمهوری اسلامی بهش متوسطه سناریو سازی و برنامه ریزی برای دستگاه سرکوبه که چجوری کاری کنه که نتونه کنترل هم از دستش خارج بشه و هم بتونه یعنی خاک تو چشم جامعه بین المللی بپاشه و اونو به صورت کنترل شده پیش ببره. و خب طبق اخباری که شما هم پوشش دادید در مورد حمله به کولبرها در مرز نوسود، و خب دیدبان حقوق بشر هم روی موضوع کار کرده، چقدر دیدبان حقوق بشر و دیگر نهادها میتونن تاثیرگذار باشن در اینکه صدای مردم باشن، صدای قربانیان باشن، کمیته حقیقت یاب از سوی دیگر فعالیت داره، اینا چه تأثیری میتونن داشته باشن؟ چیزی که هستش مستندسازی حقوق بشری، یعنی اون نقص هایی که توسط یک حکومت صورت میگیره در سازوکار بین المللی و سازوکار سازمان ملل یک پروسه سختی هستش. یعنی یک پروسه هستش استناد میکنه به راستی آزمایی، به یک سری شواهد، به یک سری گفتگوها و به یک سری پروسه سخت از این که چه چیزی رو جمع آوری کنن و چه چیزی بتونه به اون مستندسازی حقوق بشری یعنی برسه، هم از نظر تاریخی، هم از نظر شناخت از یعنی ساختار اون حکومت و هم بر اساس اون سازوکار بین المللی که وجود داره. کمیته هایی مثل کمیته حقیقت یاب یا سازمان هایی که در سطح جهانی مطرح هستند مثل دیدبان حقوق بشر، سازمان حفظ بین الملل، این سازمان ها و گزارشات و تحقیقاتی که این سازمان ها ارائه میدن بسیار مهم است. چون ما فکر میکنیم پس مثلا دیدبان داره در مورد کولبران گزارش میده، سالهاست که گزارشگر ویژه داره در مورد کولبران گزارش میده، اما خب ما چه چیزی میبینیم؟ آیا وضعیت کولبران اتفاقی در موردش افتاده؟ این یک مسیر، این که مثلا این چجوری چون لازم الاجرا نیست، چیزی که در سازمان ملل و در سطح بین المللی داره اجرا میشه لازم الاجرا نیست که اون حکومت، بلکه فشار میاره به اون حکومت، نمیتونه اون حکومت رو متوقف کنه که دست نگه داره، فشار میاره، مستند سازی میکنه. مثل سالهای دهه 60 نیست که الانم توی کردستان اون کشتاری که توی دهه 60 توی کردستان انجام گرفته که به روستاها حمله شد، اون کشتاری که توی شهرها انجام گرفته، اون اعدام های فراخزایی که ما تو فرودگاه ها، تو خیابون ها، تو محلات کردستان دیدیم، خیلی کم مستند سازی شده و این یکی از مشکلات جدیه که در سطح بین المللی وجود داره که حتی شناخت ندارن. ما دیدیم توی هفته های گذشته که جاوید رحمان تازه داره میگه باید به این اقدام ها و تحقیقات موثقی انجام بشه که حتی اون بازماندگانی که باقی موندن بیان در مورد اینا شهادت بدن. تأثیر مستندسازی جنایت های جمهوری اسلامی، موارد نقض حقوق بشر در ایران از سوی جمهوری اسلامی چی میتونه باشه و چه تأثیر رو داره در اگر امروز نداشته باشه حداقل در آینده؟
دقیقا میخواستم به همین مورد اشاره کنم که ما مستندسازی حقوق بشری و فقط برای امروز نمیخوام. جمهوری اسلامی 46 ساله داره که بر ما حکومت میکنه، داره به ما زور میگه، بر ما ستم میکنه و یک روزی که این حکومت، چون ما در یک جنگ، یعنی جمهوری اسلامی میخواد یه جنگ فرسایشی رو با ما شروع کنه، اینو از یاد نبریم، میخواد در نهایت ما سکوت کنیم، کاری نکنیم و مثل یک برده این حکومت رو قبول کنیم. ولی این بخشی از مبارزه ماست، این مستندسازی، چون در ادامه در آینده میتونیم ما تمام افرادی رو که دست داشتن به عنوان سرکوبگران و ناقضان حقوق بشر اون دادگاه ها اجرایی بشه، مثل دادگاه حمید نوری. خب حمید نوری بر اساس منافع اقتصادی کشور سوئد با ایران محاوضه شد، اما این اینو تغییر نمیده که حمید نوری کسی بوده که در اعدام دهه 60 دست داشته و اون محکوم به حبس ابد بوده و اون یک قاتل بوده. این چیزی رو از حمید نوری چه در جمهوری اسلامی باشه چه در سوئد باشه تغییر نمیده و ما در آینده‌ای که اگر این منافع اقتصادی کشورها در جریان نباشن و جمهوری اسلامی ازش گذر کرده باشیم، میتونه تمام این مستندات به کشوندن این افراد به دادگاه‌های یعنی بی‌طرف و دادگاه‌های چه بین المللی چه در داخل یک محاکمه عادلانه انجام بگیره و تمام اون جرایمی که مرتکب شدن، اون نقصایی که مرتکب شدن میتونه انجام بگیره. کما اینکه من گفتم در مورد دهه 60 هنوز کاستی داریم. حمید نوری کسی بود که دادیار بود در اون زمان در کرمانشاه، در دادگاه‌های کرمانشاه، ولی هیچ فردی، یک مورد هم در کرمانشاه وجود نداشت، یک فرد هم که علیه حمید نوری شهادت بده، چون مستندسازی صورت نگرفته بود، چون چیزی وجود نداشت که بر اساس اون بهش برگردن، به شاهدی، به اسمی، به مستندی که گزارش شده و حفظ شده و چیزی بود که بیشتر از طریق یعنی افراد دیگر حمید نوری به پای یعنی محاکمه کشونده شد، اونم افرادی که از حمید نوری شکایت کرده بودن از قبل توی دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کرده بودن و تو اونجا تونستن بگیرنش. به همین دلیل مستندسازی فقط ما برای امروز توی جنگ با جمهوری اسلامی نیستیم، این مبارزه ما با اون ادامه داره، برای نسل‌های آینده هم ادامه داره. اگر امروز ما وظیفه‌مون رو به خوبی انجام ندیم در این مورد، این مستندسازی حقوق بشر یا کمک‌هایی که سازمانی مثل کوردفا که فن برای کردستان کار میکنه با سازمان های بزرگ داشته باشه، اون مستندسازی ها به اونا کمک نکنه، اینا یعنی در آینده خلل های بسیاری در دادرسی ناعادلانه و کشوندن ناقضان حقوق بشر به پای یعنی محاکمه خواهیم داشت. به همین دلیل اینا خیلی مهمه که امروز انجام بگیره و جامعه ما بتونه اینو درک کنه که ما در یک مبارزه ادامه دار با جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری اسلامی بی خود نیست، میلیاردها دلار در سازمان بین‌الملل هزینه میکنه که بگه اینا واقعی نیستن، ولی وقتی مستند سازی درست انجام بگیره، جمهوری اسلامی هر چندم بگه اینا واقعی نیستن، ما میبینیم وقتی که گزارش ها خونده میشن توی سازمان بین الملل، توی اون مجمع هایی که سالانه برگزار میشن، اون قطعنامه هایی که علیه جمهوری اسلامی یعنی صادر میشن، اما همه نتیجه این مستندسازی ها و این تلاش ها است. اگه هیچ کاری انجام نگیره، ما حتی در آینده هم نمیتونیم جمهوری اسلامی رو پاسخگو نگه داریم، چه برسه به امروز. به همین دلیل خیلی مهمه. و خب برگردیم به موضوع انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی و انتصاب پزشکیان به عنوان رئیس جمهور. به نظر شما آیا در دولت نوین جمهوری اسلامی تغییری لحاظ خواهد شد برای بهتر شدن وضعیت حقوق بشری، یا لااقل اینکه کمتر فعالین، مبارزین و به ویژه نهادهای مدافع حقوق بشر مورد حمله قرار بگیرند؟ ببینید، به هیچ وقت این یعنی رخ نداده. ما حتی در دوره های قبلی اصلاح طلبان هم دیدیم که مثلا دوره آبان 98 در دوره روحانی اتفاق افتاد و توی سه روز بر اساس چیزی که رویترز میگه 1500 نفر رو کشتن و اینترنت هم قطع کردن و نخواست، حتی کاملا اینترنت در ایران قطع شده بود. ما در دوره اعتراضات زن زندگی آزادی سرعت اینترنت رو می دیدیم میاد پایین، ولی نمی دیدیم کلن قطع بشه. به همین دلیل اینا هر دو شاخه یعنی بخشی از نظامن و هدف اصلیشون حفظ نظام جمهوری اسلامی و هیچگاه به درد
یعنی مردم نخورده ان و نخواهند خورد، بلکه چیزی که مثلا خامنه ای در این دوره پزشکیان رو انتخاب کرده فشار بین المللی هستش که بر جمهوری اسلامی وجود داره. معمولا کشورهای خارجی مثلا همیشه دنبال یک راهی میگردن که بتونن با حکومتهای استبدادی گفتگو کنن. اونا معمولا حتی به یعنی اون یعنی راههای باریک هم یعنی متوسل میشن که بتونن به حکومت ها فشار بیارن، با اونا گفتگو کنن و از این طریق بتونن مشکلاتش رو یک کشور استبدادی و در سطح جهان حل کنن. به همین دلیل خامنه ای صرفا برای کاهش فشارهای بین المللی یعنی یک اصلاح طلب و انتخاب کرده برای جمهوری اسلامی، اما برای مردم داخل چه اصلاح طلب چه اصولگرا فرقی نداره. اصلاح طلب برای گروه محدودی از مردم یعنی منفعت داره، میتونم بگم منفعتشون توی اون رانتایی هست که مثلا من اگه توی استان کردستان و شهر سنندج بهش اشاره کنم، اون یعنی اون اصلاح طلبانی که تو پروژه های ساختمان سازی راه و ساز رانت دارن، یعنی منفعت دارن از این که اصلاح طلبان بیان سر کارتون، به منافع اونا افزوده میشه، ولی برای مردم فرقی نمی کنه چه اصلاح طلب باشه چه اصولگرا، چون گفتم جمهوری اسلامی تمام موجودیتش متوسل به دستگاه سرکوبه. اون دستگاه سرکوب براش برنامه ریزی یعنی میگذاره. من حتی در همیشه در ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی میگم جمهوری اسلامی از یه سری الگوهای استفاده می‌کنه که اینقدر پیچیده هست که کار ما رو پیچیده‌تر کرده. برای نمونه برای اینکه کسی رو وادار به سکوت کنه، خانواده‌اش رو تهدید می‌کنه، با بچه‌اش اون رو تهدید می‌کنه. بر روی این موارد چگونه شما کار خواهید کرد؟ بر اون الگوهای سرکوبی که از نظر اقتصادی، از نظر بافت دموگرافی، از نظر اینکه اون سدسازی هایی که داره در مناطقی انجام میشه که مردم رو محروم کنه، مردم رو در حق ماندگی نگه بداره و مردمی که وقتی هیچی ندارن متوسل بشه به یک اصلاح طلب که بگه شاید اون برای من کاری انجام داد. ولی این گونه نیست. جمهوری اسلامی خصوصا بعد از احترازات شنجیان آزادی هیچ وقت دیگه میترسه، واقعا از جامعه مدنی میترسه، از فعالیت میترسه که یک جرقه دیگه رخ بده و یک احترازات دیگه و کنترل از دستش خارج بشه این بار. به همین دلیل جمهوری اسلامی در حال حاضر و دستگاه سرکوبش بسیار به کنترل جامعه یعنی روی آورده، به نظارت. شمار مخبرهایی که ما میبینیم، مثلا اگه کردستان رو مثال بزنم، شمار اون مخبرهایی که در جای مختلف کار گذاشته و بهشون پولهایی میده، شمار اونها افزایش پیدا کرده و اون سیاستهایی که داره جلو میبره برای کنترل اوضاع، اینکه هیچ چیزی از دستش خارج نشه و جمهوری اسلامی بعد از این احترازات هیچ وقت نمیتونه یه فضای مانند دوران خاتمی که شاید بعضی ها انتظارش رو داشته باشن اون فضای با صورت بگیره، هیچ وقت نمیتونه اینو انجام بده، چون ترسیده از جامعه، ترسیده میدونه مشروعیت نداره دیگه، میدونه خیلی ها از جمهوری اسلامی گذر کردن و یه عده معدودی یعنی دوروبرش هستن که یا سیستم رانتی هستن یا بخشی از نیروی سرکوب خود نظام هستن و شمار اونا هم کمه. ما توی انتخابات هم دیدیم این انتخابات بازدری حتی به کمتر از نصفم رسیده بر اساس آمارهای حکومتی، یعنی ضریب 3 چیزی که دارن و متخصصان این کار ازش حرف میزنن، ضریب 3 هستش، با در نظر گرفتن اینکه چقدر افرادی مجبور شدن، به اونا تهدید شدن، دانشجو، معلمان، کارگران قراردادی، افراد کمیته امداد و بهزیستی همه تهدید شدن به اینکه باید حتما رأی بدن و چقدر این سیستم پر دروغ و فریب، چه فریبهایی به کار بردن که هم توی 2 دوره انتخابات رو به 2 دوره تبدیل کردن، هم هر دوره یعنی زمانها رو کاملا تا آخر شب افزایش دادن. به همین دلیل چیزی که در مورد جمهوری اسلامی هستش، ما هیچ وقت به جمهوری اسلامی نباید خوشبین باشیم و حتی زمانی که مردم بیشتر به جمهوری اسلامی نگفتن، جمهوری اسلامی بیشتر عقب کشیده. تا زمانی که
مردم به جمهوری اسلامی یعنی باش بیشتر همراهی کنن، سرکوب افزایش پیدا کرد. اینو تمام فکت هایی که مثلا اگه ما حتی من تو روزهای گذشته هم اشاره کردم، اگه بلوچستان و کردستان رو در کنار هم قرار بدیم، کردستان به دلیل اینکه دارای مبارزات سیاسی بوده، دارای احزاب اپوزیسیون بوده، دارای سازماندهی بوده، اگه با بلوچستان مقایسش کنیم که خیلی دیر به این روند یعنی احزاب سیاسی و مبارزات سیاسی پیوستن، اون وضعیتی که در بلوچستان خیلی اسفناکتر از اون وضعیت معیشتی و اقتصادیه که در کردستان ما شاهدش هستیم. در بلوچستان هنوز مردم دارن از خود که آب میبرن، از لوله کشی نداره، بچه هاشون دارن توی کپر درس میخونن، کاملا اونا رو ایزوله کردن که نه فعالینی دارن که هیچ جا صداشون شنیده بشه، نه در جامعه بین المللی. اصلا ما نمیدونستیم بلوچ ها تا چند سال گذشته در چه رنجی هستن، چون فعالین و اعضای اپوزیسیون خیلی کم داشتن که در مورد این مسائل حرف بزنن. ولی کردستان برعکس این چیزی هم که داره و ما الان داریم میبینیم به خاطر این مبارزات هست، به خاطر این حق نشینیه که این مبارزات به یک حکومت میتونه انجام بده. خب خیلی ممنون از حضورتون خانم مصطفی زاده. رسیدیم به پایان برنامه، اگه در پایان نکته هستش بفرمایید. ممنون از شما. من نکته ای ندارم، فقط این نکته را به عنوان یک کسی که سالهاست توی کار حقوق بشری کار کردم، این که بعضیا از ما سوال میکنن که چه تأثیری داره مستندسازی حقوق بشری یا کار حقوق بشری. من همونطور که توضیح دادم، این بخشی برای آینده، برای اینکه جمهوری اسلامی و افرادی و ناقضان حقوق بشر رو یعنی به پای محاکمه ها و پاسخگویی بکشانیم، بخشی از اون به جامعه ما برمیگرده، به اون یعنی اون فشاری که از این طریق افکار عمومی میتونه بیاره، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی، و اینکه ما حقوقمون رو بیشتر بشناسیم، و بخشی هم از مبارزات مدنی و حقوقی و مطالبه گری ماست اینکه به این فعالیت‌های حقوق بشری ادامه بدیم. کما اینکه ما الان شاید نتونیم کشتن یک کولبر رو متوقف کنیم، شاید نتونیم یک اعدامی رو متوقف کنیم، ولی همونطور که مبارزات کردستان، مبارزات سیاسی سالها ادامه داره و در این راه ده ها نفر، صدها نفر شهید دادن، اما این مبارزه ادامه خواهد داشت، چون مبارزه یک روز و دو روز نیست، برای چه جامعه مدنی، چه حقوق بشری، چه سیاسی، بلکه مبارزه محمولا تا پایان دیکتاتور و اون حکومتی که بر سر کار ادامه خواهد داشت و هزینه هم خواهد داشت. خب خیلی ممنون از حضورتون خانم مصطفی زاده. خیلی ممنون از شما و بینندگانتون. خیلی ممنون از اینکه با ما بودید و بینندگان گرامی. همچنان هم که خانم مصطفی زاده اشاره فرمودن، وضعیت حقوق بشر در ایران یه سیری داشته که از به ویژه یکی دو سال گذشته همیشه رو به صعود بوده، و اگه در یه مقطع زمانی همچون سیرک انتخابات ریاست جمهوری که چند روز پیش به اتمام رسید، یا در روزهای خاصی همچون عاشورا و تاسوعا اعدامای تعلیق یعنی به حالت تعلیق در میان، اینا سیاست تاکتیکی جمهوری اسلامی، و در پس از مدت زمانی باز این پروسه شروع شده و شروع خواهد شد و موارد نقض حقوق بشر در ایران همچنان تداوم خواهند داشت. این بود بحث امروز ما. خدا نگهدارتون.